بهاران در بهاران، بهار شاخ و برگ و عطر ایمان. عجب زیبا تقارن کرده امسال، بهار برگ سبز و عطر قرآن. سلام، سلامی به سپیدی ابرها، به زیبایی گلها و به بزرگی آسمانها تقدیم تمام شما رمضانیان عزیز. به یاری خدا سالی را پشت سر گذاشتیم، صفحه‌ای از زندگی را ورق زدیم و بهار نوی را آغاز کردیم و امید اینکه شروع دوباره و بهتر از همیشه داشته باشیم. خداوند مهربان یک دوست نازنینی را به کمک ما فرستاد. آری، ماه فرخنده رمضان بار دیگر فرا رسید تا جان و روح ما را برای تغییر مثبت آماده سازد. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای تمام شما عزیزان مبارک. ماه مبارک رمضان، بهترین ماه خداوند و تنها ماهی که نام مبارکش در قرآن کریم ذکر شده و بهترین ماه برای تمام مسلمانان فرا رسید. چه نیکوست که از این ماه مبارک به خوبی استقبال کنیم. در بخش بعدی برنامه با همکارم بانو میهن دوست باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام حضور همه شما بینندگان گرانقدر. فرارسیدن ایام پرمیمنت ماه مبارک رمضان، ماه نور، رحمت و ایثار به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که این ایام پرخیر با یک ایمانی قوی و عزمی راسخ آغاز کرده باشن. موضوعی که قرار هست برنامه خود خود با او آغاز بکنین، مطلبی تحت عنوان این هست که چگونه به پیشواز و استقبال ماه مبارک رمضان برین. عزیزان من، الله متعال صراحتاً در کلام پاک خود خو به جایگاه و منزلت این ماه اشاره میکنه و میفرمایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی که در او قرآن عظیم و شأن برای هدایت انسانها نازل شده، همراه با دلایل روشن و جدا کننده حق از باطل. بدین اساس ما نتیجه میگیریم که این ماه سرشار از نور و رحمته. چرا؟ چون که قرآنی که سبب شد تا بشریت از ظلم و تاریکی و جهل و نادانی بیرون بشن و به طرف نور هدایت سوق بکنن، همان این قرآن بود. برای ورود به این ماه مبارک ما نیاز دارین که از قبل یک سلسله آمادگی هایی داشته باشین که به طور مثال میتونین به فراگیری اصول، قواعد و ضوابط ماه مبارک رمضان اشاره بکنین. همون رقمی که هر عمل نیاز به اصول و قواعد داره، روزه رمضان هم از خود خود اصول و قواعد داره. ما نمیتونین که بدون اصول وارد رمضان بشین و روزه زور بگیرین. دومین مطلبی که ما و شما باید به او توجه بکنیم این هست که با یک آمادگی کامل، با ایمانی راستین و با عزمی پولادین وارد این ماه بشین. چرا؟ چون که هر لحظه این ماه همانند مروارید ارزشمنده و همچون باد سری و سیره. اگر که خدا اینا کرده از یک لحظه از او قفلت بکنین، پشیمان میشین و چه بسا که پشیمانی دیگه سود نداره. و چون که این ماه ماه قرآن هست و به قرآن نسبت داده شده، پس ما و شما باید در تلاش ای باشین که با قرآن انس بگیرین،
قرآن را بیاموزیم، قرآن را به دیگران بیاموزانیم و همچنان مهمتر از همه چیز به طرف قرآن دعوت بکنین. و این ماه بهترین فرصتیه برای ما و شما تا که بتونین اقامه دین الله را بکنین، بتونین رسالتی که الله متعال در ورای این طبیعت زیبا به ما به عنوان وارثین رسالت عطا کرده ادا بکنین. بله عزیزان من، ماه رمضان ماه کارزار و محنته، ماه مشقته، ماه تحمل سختی ها و رنج های. چرا؟ چون که الله پاک برای ما دستور داده برای ازی که رضایت الله را کسب بکنین، ما و شما باید که ای زحمت و مشقت را به جان بخرین و در مقابل اجر و پاداش عظیم را کسب بکنین. اما متاسفانه عده‌ای از افراد هستند که از فرصت‌های این ماه غافل هستند، از جایگاه این ماه غافل هستند و با فرارسیدن ماه رمضان لباس کسالت و تنبلی را به تن می‌کنند و فکر می‌کنند که رمضان یعنی استراحت، یعنی خوابیدن، در حالی که سخت در اشتباهند. اگر که ما به تاریخ زرین و با شکوه جهان اسلام نگاهی گذرا داشته باشین، در میابین که مسلمانان بیشترین فتوحات و نابترین پیروزی ها در جریان همین ماه مبارک کسب کردند که از جمله غزوه بدر کبرایه. در این غزوه الله متعال سرر از ناصر مجزا کرد و دارندگان ایمان قوی رونمایی کرد. جنگی که در ظاهر به نفع دشمن بود، اما الله متعال فقط به خاطر ایمان و یقین راستین صحابه کرام به نفع مسلمانان تغییر داد. جنگی که تعداد مشرکین قریش 1000 نفر بودند، اما در مقابل مسلمان ها تنها 313 نفر بودند. و همچنان میتونین به فتح مکه مکرمه اشاره بکنین، فتحی که در نتیجه از مسلمان ها وارد مکه شدن و به تعداد کثیری از مشرکین قریش به اسلام گرویدن. نه تنها مشرکین قریش، بلکه اوی دست کفاری که در اطراف و اکناف سرزمین جزیره العرب زندگی میکردن، فوج فوج و دسته دسته به سوی مکه در حرکت شدن تا که کلمه شهادتین را به زبان بیارن. این غزوه هم در ماه مبارک رمضان رخ داد. با یکی دیگر از بزرگترین پیروزی ها و فتوحات مسلمان ها همان فتح اندلس یا اسپانیای امروزی می باشه که توسط از مسلمان ها تونستن خود خور به دروازه اروپا برسانن و قلب دریار بشکافن و به فرانسه نزدیک بشن. بله عزیزان من، ای هست همو قوت و نیرو و توانی که در اثر روزه رمضان کسب کرده بودن. بعد از بیان این همه موضوعات در مورد ماه مبارک رمضان، در ذهن هر فرد سوال خلق میشه که آیا می مسلمان که اقدر رنج و مشقت را در جریان این ماه متحمل میشم، در مقابل کدام پاداش و ثواب هم کسب میکنم یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که بله، بدون شک، چون که همه ما انسان ها هر تلاش و هر زحمتی که میکشیم به خاطر کسب ثواب و به خاطر کسب منفعت انجام میدن. باز فرق میکنه که آیا این منفعت مادی باشه یا معنوی، و مؤمن واقعی به دنبال منفعت معنوی هست. و در اینجا جا داره که به حدیث پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره بکنم که میفرمایند هر مسلمانی که فقط به خاطر رضای الله روزه رمضان را بگیره، الله تبارک و تعالی 70 سال او را از آتش جهنم حفاظت میکنه. الله متعال در حدیث قدسی میفرماید که هر کار بنی آدم برای خودش است، بجز از روزه ماه مبارک رمضان که برای من است و من ثواب و عقاب از او میدم. روزه همانند یک سفری برای مؤمن، و هر کسی که قصد میکنه روزه رمضان را بگیره، باید که از فحش و ناسزا گفتن دوری بجویه، و اگر که کسی در مقابل از او از فحش و ناسزا گفتن استفاده میکنه، باید بگه که من روزدار هستم. قسم به الله که جان محمد در دستان از او هست، بوی دهن روزدار در نزد الله از مشک و انبر هم خوشبوتر هست. و عزیزان من، یکی دیگر از مزیت‌های روزه ماه مبارک رمضان استجابت دعای شخص روزدار هست، مخصوصا در هنگام افطار.
و همچنین برای فرد روزدار دو خوشحالی وجود داره. یکی خوشحالی زمان افطار و دیگری خوشحالی که در روز قیامت به دیدار الله خود مشرف میشه. بدون شک این خوشحالی جایگاه بالخصوص خود خور داره. چرا؟ چون که هیچ چیزی با ارزشتر از دیدار الله در نزد فرد مؤمن نمی باشه. و همچنین از الله متعال خواستاری هستم که دعاهای همه ما و شما به درگاه خود خو مورد قبول قرار بفرماید. در این قسمت از برنامه شما را به تماشای کلیپ پرمحتوای بانوان تازه مسلمان دعوت میکنم. آنچه مرا به اسلام کشاند این بود که من سعی کردم شخص دیگری را متقاعد کنم که مسیحی شود. بنابراین ببینید که چی شد. من واقعا چه کسی بودم؟ در آن زمان در آلیوز زندگی می کردم و من مدیر تولید فیلم و ویدیو برای تلویزیون بودم. من مسیحی بودم و منظورم این است که من همیشه در تدریس مدرسه یک شنبی بودم. یکی از همکاران من که در برنامه با من کار می کرد و مسلمان بود، من سعی کردم او را متقاعد کنم تا با من به کلیسا بیاید تا بتوانم حقیقت دین عیسویت را برایش آشکار نمایم. او در پاسخم اینطور گفت: متشکرم، اما من اصلا علاقه به آن ندارم. او گفت: من این کار را نمی کنم. پس من فکر کردم اسلام چه جهنمی است؟ چه چیزی به دینش اینقدر چسبیده که حتی یک ساعت هم نمی آید؟ آیا دین شما اینقدر باحال است که حتی نمیتوانی یک ساعت هم آنجا باشی؟ بنابراین گفتم: خب گوش کن، من یک کتاب مقدس دارم و من میتوانم تمام روز آیات کتاب مقدس را برای شما بخوانم، اما روی شما تأثیری نمیگذارد، چون کتاب شما نیست، چون آیات شما نیست و این کتاب کتاب مقدس شما نیست. چرا؟ خب تو کتابت را به من بده، این قرآن را به من بده یا هر چیز دیگر، و بگذار آن را بخوانم و سپس از متنش علیه شما استفاده کنم تا بتوانم به شما ثابت کنم که چرا هیچ کدام از اینها منطقی نیست و به همین دلیل است که شما باید مسیحی باشید. ولی طبق برنامه پیش نرم. بلافاصله بعد از آن و قبل از اینکه متوجه شوم از واقعیت این کتاب که قرار بود فقط برای تحقیق از آن استفاده کنم، شگفت زده شدم. خیلی زود به این نتیجه رسیدم که فکر میکنم و میدانم چه باید انجام دهم و این خنده‌دار است، زیرا من همیشه فکر میکردم مسلمانان دیوانه هست. میدانید، منظورم این است که با اخبار اینجا شستشوی مغزی داده شده است و من چیزی در این مورد نمیدانستم و من فکر میکردم که آنها فقط کارهای شبیه به مراسم تشریفاتی انجام میدهند و غیره. نمیدانستم چه خبر است. بنابراین وقتی شروع به خواندن قرآن میکنم، تمام آن سوالاتی که در مدت طولانی در مسیحیت داشتم به همه آنها پاسخ داده میشود. خب من متوجه شدم که اسلام چقدر شبیه مسیحیت است و سپاسگزارم که تا اندازه خودم میدانستم، زیرا در غیر این صورت اگر داستانها نمیدانستم احتمالاً کمی مردود بودم. الان این داستانها را از مسیحیت میدانستم و برای من جالب تر شد. بنابراین بعد از مدتی نمیتوانستم با قرآن باشم. یادم میآید در سراسر لس آنجلس راه میرفتم و مانند یک زن دیوانه با کل پشتی بزرگ و قرآن کوچکم راه میرفتم. قرآنی که به این بزرگی بود. فقط سعی میکردم هر کلمی آن را جذب کنم و بعد من اینطور فکر میکردم که باید از اینجا بروم، نمیتوانم اینجا باشم. بنابراین تصمیم گرفتم انتخاب بدی را انجام دهم و هر آن چی را دارم بفروشم با یک چمدان بسته و یک بلیط یک طرفه به مراکش سفر کنم. منطقی است. پس من این کار را کردم. چون من خانواده و هیچ دوستی نداشتم، اصلا نمیدانستم چه کار میکنم. من عربی بلد نبودم و فرانسوی هم صحبت کرده نمیتوانستم و هیچ کس در آنجا انگلیسی صحبت نمیکرد. انتخاب شگفت انگیزی بود. من واقعا نمیدانستم قرار است چه شود. بنابراین من گفتم باید حرکت کنم، باید از اینجا بروم، مخصوصا اگر واقعا میخواهم مسلمان شوم. من نمیتوانم در زندگی هالیوود این کار را انجام دهم. دوستان من هرگز این را از من نمیپذیرند، آنها مرا اذیت خواهند کرد. بنابراین من گفتم خوب است، اگر قرار است محیط اطرافم چیزی که هستم من را تغییر دهد، پس باید از آنجا بروم. پس اگر میخواهم شخصیت خود را تغییر بدهم، باید محیط اطرافم را تغییر دهم. پس من این کار را کردم، به مراکش نقل مکان کردم و تصمیم گرفتم شهادتین را در آنجا بخوانم، زیرا تقریبا با قرآن آماده شده بودم. و من گفتم یک لحظه صبر کن، من میخواهم صبر کنم. تقریبا دو هفته بعد از ورودم طول کشید تا بقیه آن را تمام کنم، زیرا فکر میکردم همه چیز منطقی است. اما من نمیخواهم شهادت را بگیرم و مسلمان شوم، زیرا من میدانم چه تصمیم جدی در تغییر زندگیم میگیرم. بنابراین گفتم خب، میخواهم این کتاب را که 98% آن را تمام کردم تا به آخر بخوانم و بعد مسلمان شوم. گفتم خب، اجازه دهید من تمام کارم را تمام کنم.
و سپس من شهادت خود را میگیرم. بنابراین این کار را کردم و در 13 دسامبر 2010 میلادی بود که من شهادت این خود را گفتم و اماکنون پیش از یک دهه است که مسلمان هستم. از بزرگان می‌فرماید همواره مواظب سه چیز باشید. اول، در تنهایی متوجه افکارمان. دوم، در خانواده متوجه کردارمان. سوم، در جامعه متوجه گفتارمان. در بخش بعدی برنامه با همکارم بانو غفوری باشید. ماه رمضان است و صفا آمده است، بر خانه دل نور و ضیا آمده است. از سفره ما بوی بهشت می آید، این سفره ز درگاه خدا آمده است. به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر، بینندگان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه مبارک رمضان، ماه بندگی و طاعت، ماه ضیافت الهی و ماه مغفرت گناهان بر همگیتان مبارک باد. امیدوار هستم در این ماه مبارک رمضان که سر تا سر خیر و برکت هست، لحظات خوب و بیادمندنی و همراه با طاعات و عبادات داشته باشید. در ماه مبارک رمضان مسائل مهمی است که باید مد نظر داشته باشیم. از جمله یکی از مسائل خیلی مهم که حتی در عبادات ما و شما هم رول و سزایی دارد، تغذیه سالم و تن نیرومند هست. پس با در نظر داشت این مسئله خواستیم تا با شما از طریق این قسمت از برنامه غذاها و نوشیدنی‌هایی را به معرفی بگیریم تا شما عزیزان با استفاده از آنها تن سالم داشته باشیم و همچنان سرحال و با انرژی در ماه مبارک رمضان باشیم. اولین بحثی که با شما دوستان عزیز می‌خواهیم آغاز بکنیم روی این موضوع است که افطار شما باید چه ویژگی‌ای داشته باشد؟ افطار شما باید ویژگی های یک صبحانه سالم را داشته باشد. مثلا خوردن نان سبوسدار با پنیر گزینه خوبی برای وعده افطار می باشد. برای افطار غذاهای کم کالری را در نظر بگیرید، زیرا هضم آن آسان است. و اما مسئله مهم در افطار تأمین آب، قند و خون شماست. پس خرما یکی از بهترین و مهمترین غذاها برای افطار می باشد، زیرا گلوکوز و آب بدنتان را تأمین می کند. خوب است پس از افطار هر ساعت یک لیوان آب را تا سحری بنوشید. و اما چای و قهوه. چای و قهوه جزء مایعاتی که شما باید بنوشید محسوب نمی شود، زیرا مانع جذب مواد معدنی و ویتامین ها و در نتیجه باعث کمبودی آب می گردد. در افطار از پرخوری بپرهیزید، زیرا معده را با مشکلات زیاد مواجه می سازد و همچنان در هنگام افطار از غذاهای چرب کمتر استفاده نمایید، زیرا باعث بی‌اشتهایی فرد در هنگام سحری می گردد. بهتر است در هنگام افطار روزه ایمان را با چند دانه خرما باز کنیم و بعد از آن گیلاس آب و یا هم شیر گرمی بنوشید و بعداً می توانید غذای ایمان را میل کنید. چنین عادتی باعث می شود تا شخص بر سر سفره غذای کمتری را میل کند. و بعد از طی کردن این مراحل شما می توانید از سوپ، عدس و یا هم سالاد استفاده نمایید که این روش باعث برطرف شدن کامل گرسنگی و تشنگیتان خواهد شد. در حد امکان کوشش نمایید تا در ماه مبارک رمضان و مخصوصا در تابستان از خوردن گوشت صرف نظر نمایید و همچنان ما برای شما نوشیدنی های گازدار و شربت ها را توصیه نمی نماییم، زیرا دارای قند بالایی هستند و باعث بالا رفتن وزن و چربی در بدن می شوند. بله دوستان عزیز، معلوماتی بود در مورد خوردنی ها و نوشیدنی هایی که شما باید در ماه مبارک رمضان از آنها استفاده نمایید. امیدوار هستم که برای شما خوبان مفید واقع شده باشه و تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما خوبان قرار می گیریم، ما از دعاهای خیرتان فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
ویژگی نابه داره ماه مبارک رمضان که در قیام شبهای از او هیچ مسلمان از دعا فراموش نمیشه. به امید متفاوت بودن این ماه با سایر ماها. السلام علیکم و رحمت الله.